اون لحظه که بارون میزنه، تو همون خونی که هر لحظه تو رگهای منه. وقتی نیستی زندگی فرقی با زندون نداره، قهر تو تلخی زندونو به یادم میاره. من نیازم تو رو هر روز دیدنه، از لبه دوست دارم شنیدنه. با سلام گرم به شما بینندگان عزیز، برنامه این هفته هنر و ادبیات را اختصاص دادیم به خواننده محبوبمان فریدون فروغی. فریدون فروغی خواننده صاحب سبک دهه پرتلاطم 50 بود که در مدت فعالیت 9 سالش انقلابی در موسیقی این سرزمین برپا کرد و برخلاف جریان آب در دوران سنت شکنی از دل فیلم‌های موج نوی سینمای ایران با فریادهای گوشخراشش توانست پرده‌های لایه در لایه خواب را از چشمان خفتگان بدراند و در فهرست سیاه خوانندگان پرطرفدار قرار گیرد. و در یک غروب تلخ و سرد بود که به سفر ابدیش رفت. فروغی مرد، خیلی راحت، بی سر و صدا، انگار که هیچ وقت نبود. حجم عظیم و وسیع تنهایی و فراموشی او را در خود حضم کرد و زخمی و دل شکسته و هنوز آواز بر لب جان داد. آنگاه در پای کوههای نچندان بلند، در روستایی که کمتر از 10 نفر در آن زندگی می کنند، تنها و رانده شده مثل زندگیش خفت و تا ابد از زیر خروارها خاک سرد و نمدار به شهر شلوغ و پر از دود و دروغ نظاره خواهد کرد. او خواننده، نوازنده گیتار، پیانو، ارگ، آهنگساز و شاعر نوپرداز و یکی از بزرگان عرصه موسیقی در 9 بهمن 1329 خورشیدی برابر با 29 فوریه 1951 میلادی در تهران چشم جهان گشود. فریدون کوچک زندگی پیرامونش را می‌بیند و دردهای ملتش را حس می‌کند و ناله انسان‌های رانده شده را که بعدها خود سردسته آنها می‌شود می‌شنود و به خاطر می‌سپارد. به گفته پروانه خواهر بزرگش، فریدون از همان اوان کودکی روحی حساس و شکننده داشت و با کوچکترین تلنگری ساعت‌ها در خلوت و تنهایی خود می‌نالید. فریدون با تقلید از آهنگ‌ها و ترانه‌های نوازنده و خواننده محبوبش ری چارلز کارش را دنبال می‌کند. در سال 52 فروغی برای فیلم امیر نادری با نام تنگنا ترانه ماندگار و تأثیرگذاری با همین نام اجرا می‌کند که نه تنها سرنوشت علی خوشدست شخصیت اصلی فیلم، بلکه بعدها سرنوشت شوم و غم‌انگیز زندگی خود او می‌شود. دلم از خیلی روزا با کسی نیست، تو دلم فریاد و فریاد رسی نیست، شدم اون هرزه گیاهی که گلاش پرپر دستای خار و خسی نیست. فروغی به دلیل جنس صدا و موسیقی نوعی که ارائه می دهد سریعاً به یک هنرمند پیشرو در عرصه موسیقی روز بدل می شود و در کافه ها و کاباره های بزرگ و معروف تهران چون میامی و شکوفه نو به اجرای برنامه می پردازد و کنسرت های تک نفری او با گیتار با استقبال و علاقه فراوان روبرو می گردد. بعد از انقلاب فروغی برخلاف بسیاری از خوانندگان مطرح آن زمان از ایران نمی رود و در سال 58 به اجرای کنسرت می پردازد و در آن ترانه های جدیدی چون طلوع خونین، طاهره، قریه من را اجرا می کند که با استقبال فراوان روبرو می گردد. فریدون فروغی در سحرگاه جمعه 13 مهر ماه 1380 در خانه‌اش واقع در تهران پارس در انزوا و تنهایی از زندگی و پلیدی‌هایش خود را می‌رهاند و داشته‌ها و نداشته‌های این جهان را برای آنهایی می‌گذارد که او را از نفس کشیدن و زندگی کردن باز داشتند. 51 سال هیچ وقت نمی‌توانست عمر زیادی باشد، اما برای کسی که سالها آوازهای نخوانده اش را در دلش انبار کرده بود، تحمل لحظات خالی از ترانه سخت و کشنده بود. او با مرگ خود
آخرین ترانه اش را خواند و رفت. بگویید بر گورم بنویسند زندگی را دوست داشت ولی او را نشناخت. مهربان بود ولی مهر نورزید. طبیعت را دوست داشت ولی از آن لذت نبرد. در آبگیر قلبش جنب و جوش بود ولی کسی بدان راه نیافت. در زندگی احساس تنهایی می نمود ولی هرگز دل به کسی نداد. و خلاصه بنویسید زنده بودن را برای زندگی کردن دوست داشت، نه زندگی را برای زنده بودن. طلای نام زیر پاهم، حسیر سر تو دست من، سیب گلاب اما دلم پر زدن. مثل درخت بیدکی تکیمون دادم به کسی، شدم درختی تو کبی، تنها و خود یه آسیب. دیگه رها بشم ساده و بی ریا بشم، زمینم و چوب بزنم. نه بد بشم